عناوین اصلی: آخوند معروف تلویزیون خواستار استعفای روحانیت و رهبر از قدرت شد. آه استاد دانشگاه از حماقت خامنه ای برای غنی سازی با هزینه فقر و فلاکت مردم. نامه 200 صفحه‌ای جلیلی به خامنه ای: خام نشو. و هشدار نماینده دیگر مجلس ایران درباره احتمال شورش در کشور: به کیوسک خوش آمدید. درود فراوان به شما همراهان گرامی کانال خبری کیوسک. آخوند معروف تلویزیون خواستار استعفای روحانیت و رهبر از قدرت شد. نقویان آخوند معروف سیمای جمهوری اسلامی این روزها سخت به انتقاد از رژیم و روحانیون می‌پردازد. او در آخرین گفتگوی ویدیویی‌اش با بیان اینکه روحانیت آن جایگاه اصلی خودش را دارد کم کم از دست می‌دهد گفت: با اینکه مردم یک شناخت و یک لطفی به من دارند، ولی در عین حال در کوچه و خیابان و رفت و آمدها و ترددها می‌بینم افرادی هستند که حتی حاضر نیستند سلام ما را جواب بدهند. نقویان به عنوان یک روحانی محبوب که در دوره‌ای در کنار پناهیان دو سخنران معروف تهران بودند، این روزها کمتر با سخنرانی‌های بروز و همراه اشعار حافظش جایی در قاب تلویزیون دارد. من منتقد دو چیزم: یک، حضور روحانیت در جایگاه‌های اجرایی، چون این رو تجربه این 41 ساله به ما میگه، هم لطمه داره به دین میزنه چون روحانیت مدعی دینه، هم لطمه به خودش میزنه. دین رو هم اگر ما بذاریم کنار فعلا، خیلی خودمون رو متولی این امامزاده ندونیم، حداقل برای حفظ حرمت خودش هم شده باید بره کنار، چون روحانیت از وقتی بر مستر امور نشسته است جز در یک موارد خاص بقیه جاها ناکارآمد بوده و ناکام. اینکه خودش بخواد به خودش نمره بده، مثل کسی که خودش دیکته نوشته خودش هم تصحیح میکنه خودش هم نمره بده، نه. ما باید ببینیم مردم، جامعه، تاریخ، شاخص ها به ما چی میگه. شاخص ها میگه روحانیت، دلیلش هم خیلی واضحه، چون روحانیت این کاره نیست. روحانیت تخصصش پزشکی نیست، تخصصش مهندسی نیست، تخصصش کشاورزی نیست، تخصصش کشورداری نیست و و روحانیت تخصصش مشخص. درست. بنده اگه از من بپرسن آقا خدا عادل است یا ظالم، چرا به یکی این همه داده به یکی کم داده؟ چرا یکی خوشگل آفرید یکی بدگل؟ چرا یکی باباش از اول که به دنیا میاد پدر مادر پولدار، پدره توی سانحه از دنیا میریم، بچه اصلا پولدار مولتی میلیاردر به دنیا میاد، یکی مثلا فقیر و بدهکار به دنیا میاد؟ کجای این عدله؟ من اینا رو خوب میتونم پاسخ بدم، درسشو خوندم، تخصصشو دارم، با یه مثالی که راحتون میتونه قبول بکنه. اما از من بپرسن آج آقا آب خوزستانو چه بکنیم؟ فرق من رئیس جمهور باشم، من چه میدونم؟ مگه من از معلمی معارف دانشگاه تهران فردا یه آرای عمومی شد من شدم رئیس جمهور یهو آبشناس میشم؟ یهو تو اصول امور کشاورزی متخصص میشم؟ یهو میتونم بفهمم که آقا کدوم واکسن رو وارد بکنیم کدوم واکسن رو وارد نکنیم؟ نه، من همونم. لذا مهمترین انتقاد من این است که روحانیت هم برای وجاهت دین هم برای وجاهت خودش باید آرام آرام یک اسباب کشی بکنه و از اجرا برود کنار، اگر میخواد این وجهه که 1400 سال زحمت کشیده شده تا روحانیت شده آقای بروجردی که شاه هم روی او حساب میکرد، تا شده میرزای شیرازی هم که فتوای او تو کاخ شاه هم اثر میکرد، امروز تو خانه خود آقایان هم اثر نداره، تا چه رسد به نمیدونم کجا و کجا. با شما. آه استاد دانشگاه از حماقت خامنه ای برای غنی سازی با هزینه فقر و فلاکت مردم. محسن رنانی، تحلیلگر سیاسی، در یادداشتی در کانال شخصی خود نوشته است:
وقتی مصاحبه اخیر یکی از استادان برجسته فیزیک کشورمان را خواندم، دکتر رضا منصوری استاد دانشگاه شریف، دود از سرم بلند شد. او میگوید پافشاری ما بر صنعت هسته‌ای باعث شده است که ما از علم هسته‌ای روز دنیا عقب بمانیم. میگوید آنچه ما اکنون داریم نه علم هسته‌ای بلکه یک صنعت قدیمی هسته‌ای با فناوری مربوط به 80 سال پیش است. او میگوید ما اکنون هیچ دانشمند هسته‌ای نداریم و از مرزهای علم هسته‌ای دنیا بسیار عقب مانده‌ایم. میگوید با پولی که صرف صنعت هسته‌ای کردیم می توانستیم 50 شتابگر ذرات بنیادی بسازیم و خود را در مرز جهانی علوم هسته‌ای نگه داریم و صنایع مدرن بسیاری را پیرامون این علم گسترش بدهیم بدون آنکه این همه هزینه بر کشور تحمیل کنیم. در کتاب اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی گفتم که اگر 10 سال غنی‌سازی را به طور داوطلبانه متوقف کنیم، برای ما کم هزینه تر از ادامه غنی‌سازی است. اما اکنون میگویم اگر آنچه دکتر منصوری میگوید درست باشد، در مذاکرات احیای برجام در وین، اگر برای 30 سال هم به غرب تضمین بدهیم که غنی‌سازی نخواهیم کرد و به سرعت خودمان را از بازی اتمی خارج کنیم، جلوی خسارت بیشتر را گرفته‌ایم. مثل این است که به غرب تضمین بدهیم که کارخانه سایپا برای 30 سال پراید تولید نخواهد کرد. معلوم است که به نفع کشور است. اکنون فرصت‌های این نسل به سرعت در حال سوختن و پنجره جمعیتی کشور به سرعت در حال بسته شدن و مغزها و سرمایه‌های فکری و سرمایه‌های انسانی ما به سرعت در حال تخلیه یا فرسوده شدن هستند. اینها اصلی ترین سرمایه های ماست که باید تضمین کنیم ماندگاریشان را. پافشاری بر غنی‌سازی اتمی توان و فرصت های ما برای غنی‌سازی خودمان را بیش از این می ستاند. همکنون غنی‌سازی چند نسل از دانش آموختگان و جوانان و مادران و کودکان متوقف مانده است. اینها هستند که انرژی بنیادین برای جهش یک ملت به سوی توسعه را فراهم می کنند که در شرایط کنونی کاملا فراموش شدند. نامه 200 صفحه‌ای جلیلی به خامنه‌ای، خام نشو. سعید جلیلی گزارشی 200 صفحه‌ای علیه دور جدید مذاکرات نوشته و به رهبر جمهوری اسلامی ایران ارسال کرده است. به گزارش خبر آنلاین، رئیس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، در آن نامه روند حرکت تیم علی باقری کنی را به ضرر ایران خوانده است. بنا به این گزارش، جلیلی مدعی است که در شرایط فعلی نباید مذاکره کرد و صرفاً باید امتیاز قابل اندازه‌گیری و بررسی از آمریکایی‌ها گرفت. دستاورد مذاکرات تیم سعید جلیلی با کشورهای 5 به علاوه 1، تحریم گسترده اقتصادی ایران و صدور 4 قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت تهران بود. می‌فرمایید که ما از نتنز رسیدیم به فوردو، از 3% رسیدیم به 20%. برای مردم اینها مؤلفه‌های محسوس قدرت نیست. مردم براشون زندگیشون مهمه، اقتصادشون مهمه. میان نگاه می‌کنم می‌بینن 2 سال آخر آقای احمدی نژاد، باشه قطعنامه نگرفتیم، باشه اصلا خیلی قدرتمند تو مذاکره رفتیم جلو، بیانیه هم نمی‌خوندیم. ولی چی شد؟ وضع کشور از جهت اقتصادی آشفته شد، کلا ریخ به هم. 8 سال آقای روحانی هم که کلا ریخ به هم. آیا همه مسائل کشور رو گفتگو حل می‌کند یا نه؟ چه زمان ما چه این زمان؟ ما میگیم گفتگوهای غلط که اصلا حل نمی کنن. گفتگوهای خوب هم عرض کردم که بخشی از کار است، نه همه کار. چون مردم میگن آقا همه حرفات درست، خب چرا بعض ما اینطوری است؟ پس اینه، من 4 تا بچه‌ام بیکارم. اینجاست که من میگم اون روایت بیکاری باید مطرح بشه. بیکاری ناشی از کدام مسئله است؟ نکته دوم اینه که خیلی خوب ادعی گفتن نه این مدل گفتگو جواب نمیده تا سال 92، مدل دیگه انجام بده. خب دلاری که 3000 تومان شده بود که مردم میگفتن آقا چرا شد 3000 تومان، این پاسخی که میگفتن نه ما میرویم با لبخند با مسائل با گفتگو از این مدل با عقب نشینی های اینفورمی، آیا حل شد یا دلار شد 30,000 تومان؟ بس من دقیقا اینجا اینه که ما نمیاییم مثلا بگیم آقا در این 100 روز آخر اگر فلان امکان رو به ما بدهن ما این گفتگو رو ادامه بدهیم این مسائل رو حل میکنیم. نه، من میگم با این حل نمیشود. حتی با گفتگوی خوب هم من عرض میکنم کافی نیست. همچنان که سال 92 علارغم این که ما میگوییم پشت خیمه رسیده بودیم، اما همون سال 92 هم این کافی نبود. نمیشد به مردم دروغ بگویی. این نیست که بگم مردم به من رأی بدین، من خوب دارم گفتگو میکنم در سال 92، به پشت خیمه رسیدیم، مسائل شما حل میشود. به همین من اون زمان گفتم تا ساختار اجرایی داری کشور حل نشود، این ایراداتش گرفته نشود، مسائل حل نمیشه به تنهایی. ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان و علی شمخانی 3 مقام مسئول جمهوری اسلامی هستند که موضوع مذاکره مستقیم با آمریکا را مطرح کردند، اما
بعد از اندک فشارهایی که از سوی جریان ولایت مدار به آنها وارد شد، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی رژیم با عقب نشینی حرف خود را پس گرفت و گفت هرگز با مذاکره مستقیم ایران و آمریکا موافق نبودم. در هر حال روشن است که برای جمهوری اسلامی گران تمام خواهد شد اگر امثال رئیسی و امیر عبداللهیان که به اسم دولت انقلابی به دنبال مذاکره از موضع اقتدار با آمریکا بودند، حالا در مقابل ایالات متحده کوتاه بیایند و از مذاکره مستقیم حرف بزنند. هرچند که بعید است آنها که فقط مجری اوامر و سیاست‌های علی خامنه‌ای هستند، بدون اطلاع و رضایت وی و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جرأت بیان چنین موضعی را داشته باشند. با این همه ما نشانه‌هایی وجود دارد که بیانگر اختلاف شدید در رهبری جمهوری اسلامی در مورد مذاکره مستقیم با آمریکاست. در رده‌های بالای رژیم بر سر اینکه کدام وضعیت به نفع نظام است، یک جدال جدی وجود دارد. در این میان اگرچه عقب نشینی برای خامنه‌ای و یک نرمش قهرمانانه دیگر محتمل است، اما بستگی به محاسبات جمهوری اسلامی دارد که مانند ماه‌های پیش از توافق اتمی موسوم به برجام، حالا نیز صلح امام حسن را برای بقای نظام مفید بداند یا مقاومت امام حسین را. از همان دوران توافق اتمی در سال 2015 در رهبری نظام دو دستگی ایجاد شد. گروهی خیر و صلاح نظام را تکرار صلح امام حسن و گروهی دیگر در مقاومت به سبک امام حسین می‌دانستند. وقتی خامنه ای با نرمش قهرمانانه مجبور به پذیرفتن برجام شد و باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا نیز باج سنگینی به رژیم داد، بلافاصله از درون نظام برای توجیه این عقب نشینی خفتبار آن را به صلح امام حسن با معاویه مقایسه کردند. بعدها حسن روحانی در یک سخنرانی گفت امام حسن به درخواست اکثریت مردم صلح کرد. حالا تیم رئیسی، رئیس دولت انقلابی و امیر عبداللهیان وزیر خارجه‌اش به تازگی چنان دم از مذاکره با آمریکا می‌زنند که انگار ننگار که آمده بودند تا راهی غیر از حسن روحانی و محمد جواد ظریف بپیمایند و پوزه ی آمریکا را به خاک بمالند. علی خامنه‌ای و دولت انقلابیش که نمی‌خواستند هرگز میدان را فدای دیپلماسی کنند، اکنون نیز بار دیگر بر سر دوراهی سازش و مقاومت و امام حسن و امام حسین قرار گرفتند. ابراهیم رئیسی قاضی مرگ آن زمان که قوه قضاییه بود و برای انتخابات نمایشی ریاست قوه مجریه نیز خیز برداشته بود میگفت مردم رأیشان به مقاومت است نه مذاکره، اما حالا میگوید تحریم‌ها را بردارند مستقیم با آمریکا مذاکره می‌کنیم. به این ترتیب بخشی از حسینی‌ها نیز در مقابل واقعیت و فشار غرب مجبور شدند حسنی شوند و آنها نیز دم از مذاکره مستقیم با آمریکا بزنند. سازش و عقب نشینی و مذاکره‌ای که بخش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز حامی آن است و همین نکته اختلافات در رهبری رژیم را تشدید و جدی‌تر می‌کند. هشدار نماینده دیگر مجلس ایران درباره احتمال شورش در کشور. یک نماینده مجلس دیروز با هشدار به رئیسی گفت شورش‌های عمومی به زودی آغاز می‌شود. عسکری نماینده کرج، فردیس و اشتهارد در صحن مجلس گفت بیش از 10 میلیون خانوار زیر خط فقر هستند. میلیون خانوار دارند می‌روند زیر خط فقر. فقر ستون فقرات مردم را شکسته. چرا مجلس و دولت صدای شکستن را نمی‌شنوند؟ مردم مدت هاست گوشت و برنج نمی خورند. آیا می خواهید کاری کنید که نان و پنیر هم نخورند؟ به دولت رئیسی هشدار جدی می دهم که مردم دیگر تحمل شوک جدید را ندارند. مردم توان تحمل شوک تورمی جدید را دارند یا خیر؟ سوال دوم اینه که آیا دولتی که تازه هنوز مستقر شده و 80% مدیران ارشد و میانیش هنوز تغییر نکردند، بخشی از این مدیران میانی اساساً اعتقادی به این تحولات ندارند، کی میخواد وایسه پای اجرای چنین جراحی بزرگی؟ شرایط کشور رو شما ملاحظه بکنید، طبق این جدول سال که هدفمندی یارانه ها انجام شده به چه ترتیبی بوده، الان به چه شکل هست. بیش از 10 میلیون خانوار زیر خط فقر هستند. سالگرد عملیات کربلای 5 یاد این جمله شهید باقری افتادم که به فرماندهان میگفتش که اوایل جنگ 70 تا شهید اومده بود همه تنشون میلرزید، الان 1000 تا 2000 تا 3000 تا داره شهید میاد، انگار نه انگار. برادرها میلیون خانوار داره میره زیر خط فقر. فقر یعنی ستون فقرات مردم شکسته. چرا صدای شکستن اینو متوجه نمیشیم؟ تحمل فشار جدید رو مردم ندارن. شوک جدید قیمتی نمیشه به مردم وارد کرد. سفره مردم خالی شده از برنج. برنج شما ارز ترجیحش رو حذف کردید. از 9000 تومان برنج هندی
الان رسیده به 40,000 تومان. از سفره مردم حذف شده، گوشت قرمز حذف شده، نون و پنیری که تو سفره مردم مونده میخوایم حذف کنیم. مردم آستانه تحملشون این اجازه رو به ما نمیده. قرار ما این بود که تغییر به نفع مردم ایجاد بشه. چرا جلوی نقدینگی که داره از طریق بانک ها ایجاد میشه و خلق پولی که اتفاق میفته رو دولت نمیگیره؟ چرا جلوی بی انضباطی هایی که تو شرکت های دولتی داره اتفاق میفته رو نمیگیره؟ طریق کسری بودجه فقط این شده که دست کنیم تو جیب مردم. ما به دولت آقای رئیسی هشدار جدی میدیم که جامعه مستعد این موضوع نیست. جامعه رو دچار التهاب نکنید، شرایط منطقه رو بسنجید، توان مردم رو بسنجید. دولت شما بعضی از وزراشون ارتباطشون با بدنه منقطع، هنوز نپذیرفتن وزیر مربوطه رو، تمام معاونینش رو از بیرون آورده. بعضی از استاندارای شما هنوز سوار کار نیستن، نتونستن استان خودشون جمع بکنن. هدف بندی یارانه ها در سال پنجم اون دولت اتفاق افتاده، شما تو ماه پنجم هستید، هنوز دولت تثبیت نشده. احمد نادری هم روز پیش با هشدار به احتمال شورش‌های بزرگ اجتماعی در کشور گفت وقتی نگاهی به لایحه بودجه سال 1400 می‌اندازیم می‌بینیم که ریل‌گذاری در برخی جاها درست نیست. به گزارش وبگاه نشان تجارت، نادری یک شنبه 10 بهمن تاکید کرد: هشدار می‌دهم این رویکردها اگر ادامه پیدا کند به سمتی خواهیم رفت که سال 1401 شاهد شورش‌های عظیم اجتماعی باشیم. این عضو مجلس ایران در بیان مصادیق آنچه او ریل گذاری نادرست خواند گفت مثلا در بحث بودجه یا آسیب‌های اجتماعی درصد کمی به این حوزه اختصاص داده شده است و یا در موضوع مهم و حساس ارز ترجیحی دولت دچار اشتباه شده است. او همچنین افزود ضرورت دارد تا دیر نشده تجدید نظر جدی در رویه‌ها داده شود.